درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران و عزیزانی که در این جلسه حضور دارند و همینطور هموطنانی که ما را از طریق کانال یوتیوب و تلویزیون بشریت به صورت زنده میبینند و یا در آینده ما را خواهند دید. در خدمت شما هستیم با جلسه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکار در تاریخ 12 نوامبر 2022 و از ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی. جلسه امروز از این که من بخوام سخنران رو معرفی کنم، اجازه میخوام که یک درود ویژه بفرستم به همه هموطنانی که داخل کشور شجاعانه و دلیرانه دارن در برابر ظلم و استبداد ایستادگی میکنن و چراغ این قیام رو روشن نگه داشتن. امیدوارم که به زودی زود شاهد ایرانی آزاد باشیم و همه بتونیم از موهبت آزادی استفاده کنیم. امروز ما گزارش تحلیل و موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکار در مهر ماه 1402 داریم که توسط آقای سپهر رضای شایان ارائه خواهد شد. همچنین بررسی کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار با مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به توسط خانم زهرا رهایی ارائه خواهد شد. همچنین یک سخنرانی داریم که خانم ستاره دژم موضوع سخنرانیشون هم هست، اعتراف اجباری در ایران. همچنین بحث آزاد رو در پایان خواهیم داشت با موضوع حق اعتراض و مسئولیت نسبت به جامعه که از همکاران تقاضا میشه در بحث ها شرکت کنند و همچنین پس از هر سخنرانی اگر نظری یا پیشنهادی دارن با علامت دست نشان من رو راهنمایی کنند تا بتونیم یک جلسه پرباری رو داشته باشیم. دعوت می‌کنم از جناب آقای سپهر رضای شایان که گزارش نقد این ماه رو ارائه بفرمایید. آقای شایان دستتون رو لطفاً بالا کنید تا من بفرمایید. سپاس از شما آقای شایگان عزیز. اولین خبر دردآوری که یک مهر ماه 1401 برای ورزشکاران اومد، تهدید ورزشکاران توسط وزارت ورزش و گفته بودند که از مهسا امینی به هیچ عنوان حرف نزنید. ایران اینترنشنال از تهدید ورزشکاران ایرانی توسط وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار خبرنگار ایران اینترنشنال رسید، پیامکی به ورزشکاران مبنی بر اینکه از اظهار نظر در خصوص موضوع مهسا امینی خودداری کنند. این خبر مغایر بود با ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق آزادی عقیده و حق آزادی بیان بود. خبر دوم راجع به مقایسه مهسا امینی با جورج فلوید بود. جورج فلوید یا مهسا امینی، دوگانه سکوت و فریاد ورزشکاران. شاید در هر مقطع زمانی دیگری پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل اروگوئه به خبر اول رسانه ها تبدیل می شد. شاید روزها و حتی هفته ها در مورد آن در رسانه های اجتماعی بحث می شد و از آن به عنوان یکی از مهمترین پیروزی های تاریخ تیم ملی نام می بردن. اما حالا همه چیز در گرو اعتراضات مردمی در ایران بود. همزمان با این اتفاق برخی از چهره های شاخص ورزش ایران با معترضین همراه شدند و از آنها حمایت کردند. اما سکوت و واکنش‌های معدود بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پیام‌هایی داشت که صریحاً از صفحه آنها پاک شد. البته به دلیل فشار فدراسیون رسانه‌های وابسته به سپاه نیز تهدیداتی مبنی بر پیگیری قضایی آن کردند. اما آیا بروز مثال ورزشکار آمریکایی برای جورج فلوید هیچ اعتراضی نکردند؟ آیا با تهدید و هزم مواجه نشدند؟ آیا باشگاه و مربیان از آنها حمایت نکردند یا پشت دولت در آمدند؟ دقیقاً برعکس، تا مدت‌ها در انگام پخش سرود ملی آنها زانو می‌زدند و
و این گونه اعتراض خود را نشان می‌دادند. این اخبار در تاریخ 2 مهر 1401 بروز پیدا کرد که با ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات برای همه، حق آزادی بیان و ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات مغایر بود. روزنامه تلگراف گفت سپاه پاسداران خواستار بازداشت مارادونای آسیا. تلگراف در گزارشی نوشت سپاه پاسداران خواستار بازداشت مارادونای آسیا به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی. در این گزارش از علی کریمی به عنوان یکی از رهبران اعتراضات مردمی در ایران نام برد که پس از کشته شدن مهسا امینی از شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از معترضان استفاده کرده بود و برخی توییت ها و پست های اینستاگرامی او در حمایت از مهسا امینی نیز تلاش های او برای دسترسی آزادانه مردم به اینترنت از طریق معرفی VPN و درخواست او از ارتش برای عدم مخالفه در سرکوب معترضان اشاره کرد. آنها علی کریمی را اغتشاشگر نامیدند و از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه خواستند که با او برخورد شدیدی بکنند. این خبر با ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق آزادی بیان و ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر که عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی بود مغایر بود. علیرضا فغانی به ایران وایر گفت جامعه جهانی را از دست دادم. رسانه های ایران خبر دادند که نام علیرضا فغانی از فهرست داوران بین المللی فدراسیون فوتبال ایران خارج شده است. او پر افتخارترین داور ایرانی است و از سوی فیفا به عنوان داور این دوره از جام جهانی نیز اعلام شده بود. او در مورد خروج نامش از فهرست فدراسیون فوتبال ایران نیز به ایران وایر گفت در بحث داوری بین المللی من همیشه این را می دانستم که همانطور که یک روز وارد آن شدم، یک روز نیز به ناگزیر باید از آن خارج شوم. خوشحالم که از شهری که زندگی و داوری را شروع کردم و در آن پیشرفت کردم، در آن شهر نیز از داوری خداحافظی خواهم کرد. این خبر با ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت کار مغایر بود. حسین ماهینی گفت از تبریک جک دورسی تا بازداشتش. ایرنا در گزارشی نوشت در پی اعلام جرم علیه برخی از سلبریتی‌ها به جهت تشویق به اختشاش، حسین ماهینی بازیکن سابق پرسپولیس با صدور دستور قضایی ساعتی پیش بازداشت شد. حسین ماهینی برای توییت هایی که در اینترنت زد بازداشت شد به خاطر این و گفت متنفرم از همتون. او سپس در توییتری از زادروس این خبر داد متاسفانه در روز تولدم مهسا امینی پر کشید. حسین ماهینی از اولین کاربران فارسی زبان توییتر بود که از هشتگ امینی به دو زبان فارسی و انگلیسی در توییترش استفاده کرد. سه روز پس از درگذشت مهسا او در واکنش به انتشار فیلم‌های دوربین مداربسته گشت ارشاد نیروی انتظامی از صدا و سیم‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرد و نوشت به قول مادر بزرگم دروغ میگن دست و پا دروغ میگن و میخواهند تمام آدم‌ها را فریب بدن. بعد از انتشار این توییت حسین ماهینی به بازداشتگاه اوین رفت و در بند 209 انتقال پیدا کرد. این خبر مغایر است با ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر عدم توقیف، حبس یا تبعید و ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی بیان. تحسن بازیکنان پرسپولیس تا ماهینی آورد بازی نمی کنید. ایران وایر مطلع شده بود که بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کردند تا زمان آزاد نشدن حسین ماهینی کاپیتان سابق این تیم از بازداشت حاضر به ورود به زمین مسابقه برای دیدار با تراکتور در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر نیستند. منابع خبری ایران وایر که خود یکی از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس را به ایران گفته است گفتند از ساعتی که این خبر را اعلام کردیم تماس‌های مکرری با بازیکنان گرفته شد اما ما حاضر نیستیم وارد زمین مسابقه شویم. او گفت بازیکنان این تیم توسط نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند و مجبورند به مسابقه بروند. این خبر مغایر است با ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر عدم حبس غیرقانونی. ملی پوش پیشین المپیکی تیر و کمان گفت برای همه مسابقات برون‌مرزی با زور مجبور شدیم حجاب سر کنیم. نجمه آبتین ملی پوش پیشین المپیکی تیر و کمان ایران با انتشار یک استوری در اینستاگرامش نوشت
برای همه این مسابقات برونمرزی که با زور و جور مجبور بودیم حجاب سر کنیم و حراست تیم با چادرش در لب ساحل آنتالیا پیاده روی می کرد و به ما فشار می آورد. این خبر مغایر است با ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق استراحت و فراغت و ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی عقیده. تاوان حمایت از علی کریمی، صدا و سیما مجتبی پوربخش را از برنامه فوتبال یک کنار گذاشت. مجتبی پوربخش مجری برنامه فوتبال یک به دلیل انتشار پستی حمایتی از اعتراضات سراسری مردم و علی کریمی با تصمیم مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی کنار گذاشته شد. ایران اینترنشنال مطلع شده بود که ابتدا قرار بود محمد سیانکی جایگزین پوربخش شود، اما او شب گذشته از اجرای این برنامه انصراف داد. این خبر مغایر است با ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی بیان و ماده 23 حق امنیت کار. راضیه جانباز گفت معترض مجرم نیست و من نمی ترسم. راضیه جانباز ملی پوش سابق تیم ملی هندبال ایران و اولین لژیونه هندبال زنان ایران پس از به قدر رسیدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد از تیم ملی هندبال خداحافظی کرد و در اینستاگرامش نوشت دایرکت هم پر شده از این که راضی مواظب باش مواظب باش شیمیدی. او طی روزهای گذشته به کرات به اعتراضات مردمی اشاره کرد و حالا نوشته بچه های زاهدان طرفهای معصوم مردن، دختر و پسرهای نوجوان در خیابانها میمیرند. پس خاک بر سر من اگر به عنوان انسان یا زن حرفی نزنم. در روزهای اخیر فشار نهادهای امنیتی بر ورزشکاران افزایش یافته. این خبر مغایر است با ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی عقیده و حق آزادی بیان. تلاش سفارت جمهوری اسلامی در سئول برای گروگان گرفتن الناز رکابی. ایران وایر مطلع شده بود الناز رکابی دختر سخت نورد ایرانی که در رقابت‌های کره جنوبی بدون حجاب اجباری و اسلامی رقابت کرده بود به درخواست محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک با دروغ رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی و با دستور سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به صورت مستقیم از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی به زندان اوین منتقل شده و حق سکوت دارد. این خبر مغایر است با ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی عقیده و حق آزادی بیان. پسر غلامرضا تختی گفت هیچ اشتباهی به سلطنت بیره و پوسیده شما ندارد. پسر غلامرضا تختی به استفاده از نام پدرش در یک کلیپ حکومتی در صدا و سیما اعتراض کرد و نوشت شرمتان باد از این بی‌شرفی. شروین که بهترین شعر و موسیقی پس از سال 57 را ساخته و پیشکش مردم بیگناه کرده معلوم نیست کجاست. نه شهامت دارید آزادش کنید، نه شهامت دارید به دستگیریش اعتراف کنید. حالا هم حق مولف او را می‌دزدید و هم از اسم تختی استفاده می‌کنید. تختی هیچ ربطی به شما ندارد، هیچ اشتباهی به سلطنت بیرحم شما ندارد و از اسم او سوء استفاده نکنید. این خبر مغایر است با ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی بیان. عادل فردوسی پور گفت با چه متر و معیاری با دانشجویان چنین رفتار بیرحمانه می کنید؟ عادل فردوسی پور که فارغ التحصیل و استاد دانشگاه شریف است نسبت به سرکوب دانشجویان این دانشگاه به وسیله نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد و گفت تصاویر تحت و تکان دهنده دانشگاه شریف و خشونت آنها نسبت به دانشجویان فراموش نشدنی است. چه نگاه و متری بر معیار این دانشجویان و فرزندان شریف ایران باعث شده که مأمورین بی‌رحمانه رفتار کنند و چگونه انتظار دارید بمانند و بسازند؟ او تشکیل کلاس ها در این شرایط را بی‌معنا دانست و خواستار آزادی حد سریع‌تر دانشجویان بازداشتی شد. این خبر مغایر است با ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تجمع و تظاهرات. کاپیتان صادق تیم ملی گفت اعتراض ایرانی ها برای پس گرفتن ایران است برای آینده فرزندانشان. اشکان دژاگه کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران با انتشار متنی در اشعار دیگر حمایت خود را از اعتراضات خیابانی مردم ایران اعلام کرد و گفت با انتشار یک استوری اینستاگرامی نوشت اعتراضات ایرانی ها علیه اسلام یا هیچ مذهب دیگری نیست. آنها برای حقوق اولیه خود مبارزه می کنند. آنها برای حق آواز خواندن زنان در کشور خودشان، برای حق طلاق، برای حق حضانت فرزند، برای حق انتخاب پوشش، برای متوقف کردن شکنجه و تجاوز در بازداشتگاه‌ها،
برای روزنامه نگاران، برای تمام شهروندان، برای بسیاری از ایرانیان خارج از کشور مبارزه می کنند که در صورت بازگشت به سرزمینشان مجبور به اعدام می شوند. آنها در حال مبارزه برای پس گرفتن ایران هستند، برای آینده فرزندانشان. این خبر نیز مغایر است با ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی عقیده و حق آزادی بیان. خبرهای فراوانی بود. امیدوارم که گلچین مناسبی از اخبار نقض حقوق بشر در مهر ماه رو اعلام کرده باشن. ممنون از شما. ممنونم آقای رضا یکتایان از گزارش و مبسوط و کاملتون. واقعا درسته. از سلام ویژه هم خدمت آقای شفایی عزیز، خیر مقدم خدمت شما. درست عنوان کردیم. انقدر که گزارش زیاد موارد نقض انقدر زیاده که واقعا با چند دقیقه نمیشه همه رو عنوان کرد. حالا در این بین ورزشکاران خیلی زیادی داشتیم که همراه مردم شدن، از اون طرف ورزشکارانی هم داشتیم که خب متاسفانه با مردم همراهی نکردن. حالا یکی تو میشه آقای علیرضا دبیر که اون مدلی برخورد میکنه و یکیشون هم میشه علی کریم و سایر دوستان. از همکاران عزیز اگر کسی در این مورد نظری داره لطفا راهنمایی کنه، اگر نه که بریم برای بحث بعدی برنامه‌مون که اختصاص داره به بررسی کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات سطحاً غیر انسانی تحقیر کننده و مقایسه آن را قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط خانم زهرا رهایی اجرا خواهد شد. خانم رهایی میکروفون در اختیار شما، بفرمایید. سلام مجدد خدمت همکاران عزیز. شکنجه واژه‌ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و به همراه تکامل تکنولوژی در هر عصر و نسلی به شیوه های گوناگون به کار برده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما همچنان داغ و درفش آزار و اذیت در بسیاری از رژیم‌ها از جمله رژیم جمهوری اسلامی برقرار است. امروزه به راستی سخن از نبود و یا کمبود قانون و مقررات در میان نیست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نیاز مبرم جامعه بشری است تا بدین وسیله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت به عمل آید، بلکه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین‌المللی قرار گیرند. بر این اساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن غیر انسانی یا تحقیر کننده در 10 دسامبر 1984 و طی قطعنامه شماره 4639 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در 20 ژوئن 1987، یعنی پس از اینکه 20 دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون شامل 1 مقدمه و 33 ماده در 3 بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت‌های دولت‌ها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظایف آنها را توضیح داده. بنابر آماری که سازمان ملل در تاریخ 8 فوریه 2002 در مورد کلیه کشورهای عضو که 12 سند مهم بین‌المللی این نهاد را امضا کردند آمده است که از مجموعه 189 کشور عضو 128 کشور کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن غیر انسانی و تحقیر کننده را امضا کردند. اما متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی کنوانسیون منع شکنجه را امضا نکرده است و همانطور که به صورت علنی مشاهده می کنیم روزانه شاهد انواع شکنجه، سرکوب و رفتارهای خشن با کودکان، نوجوانان، زنان و مردان آزادی خواه ایران زمین هستیم.
البته لازم به ذکر است که در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قانون منع شکنجه وجود دارد که گفته است هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چون این شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این است طبق قانون مجازات می شود و همچنین در اصل 39 قانون اساسی نیز حد که حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. که متاسفانه بر هیچ کس پوشیده نیست که این رژیم قاصب و فاسد و سرکوبگر تنها حربه‌ای که در طول 44 سال حکومت خود بر علیه کسانی که زبان گشوده و حقایق را گفتند استفاده کرده. برخلاف این دو اصل بوده و فقط از کشتار، قتل عام و شکنجه و سرکوب استفاده کرده و چه جانهای عزیزی را که نگرفته و خانواده ها را داغدار و به قول خود ساکت کرده است. همانطور که همه شاهد هستیم از بعد از سال 57 و شروع حکومت آخوندها به سرزمین ایران هر زمان که مردم به صورت اعتراضی بلند شدند رژیم به شیوه های وحشیانه دست به قتل عام و سرکوب علیه مردم ایران زده است. از جنبش های اعتراضی و اقتصادی برای آب و گران شدن بنزین گرفته تا جنبش های دانشجویی و مدنی برای آزادی ها و حقوق های اولیه و اساسی هر جامعه. الان که در ماه آبان هستیم جا دارد به طور خلاصه یادی هم از آبان 98 و کشتار گسترده مردم توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی کنیم. اعتراضاتی که نتیجه افزایش ناگهانی 300% قیمت بنزین بر اساس مصوبه فراقانونی سران قوا بود. از این جهت فراقانونی محسوب می شود که خود شخص علی خامنه‌ای در این قانون مداخله کرد تا شاید به خیال خام خود مردم را آرام کند. ولی مردم از خیلی قبل پشیزی ارزش برای حرفهای او نیز قائل نبودند و برای سرکوب مردم جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت به ریاست حسن روحانی برای تصمیم گیری درباره نحوه مدیریت و سرکوب اعتراضات برگزار شد. قیام و سرکوب خونینی که ابعاد سرکوب کشتار با اینکه به طور تقریبی 1500 نفر خوانده می شود اما به گفته سازمان‌های حقوق بشری و غیر رسمی تعدادی بسا بیشتر و فراتر از حد تصور دارد و تنها اظهار نظر علی خامنه‌ای در ارتباط با این قتل عام انسانی فجیع تنها معترضان را با دشمنی اشغالگر یکسان دانست و اعلام پیروزی کرد. اکنون با نگاهی اجمالی به وقایع اخیر 50 و چند روز گذشته و انقلاب حال حاضر مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی و اتفاقات و کشتار و سرکوب‌های وحشیانه و غیر انسانی رژیم تمامیت خواه حاکم بر مردم که از قتل حکومتی مهسا امینی شروع با تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز مردم آغاز شد با وجود گذشت بیش از 50 و چند روز از سرکوب گسترده شهروندان معترض در ایران هنوز اعلام رسمی دقیقی در مورد آمار بازداشت شدگان در دسترس نیست و سازمان‌های حقوق بشری البته بنابر آمار غیر رسمی از دستگیری بیش از 15,000 نفر و مرگ بیش از 327 نفر خبر دادند. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در روزهای اخیر همچنین از قطع ارتباط بسیاری از بازداشت شدگان در سراسر ایران با دنیای خارج از زندان و همینطور عدم دسترسی بسیاری از آنان به وکیل خبر دادند. و نکته جالب و حائز اهمیت این است که وکیلانی که به حمایت از موکلان خود اقدام کردند نیز به جرم‌های واهی بازداشت و روانه زندان شدند. با توجه به روند پیوسته نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران و ممانعت نهادهای قضایی و امنیتی از دسترسی بازداشت شدگان به بسیاری از حقوق قانونی خود
نگرانی ها در زمینه خطر شکنجه، بدرفتاری و قتل عام و اعدام مخفیانه هزاران معترض زندانی در ایران افزایش یافته است. چند روز قبل نیز 227 نفر از به اصطلاح نمایندگان مردم و جیره‌خواران نظام دستور اعدام معترضان و بازداشت شدگان را تصویب کردند. همه ما به طور روزانه شاهد شوک‌آورترین اخبارهایی هستیم که هر شنونده و خواننده‌ای را میخکوب می‌کند. از شیوه های بازداشت، سن بازداشت شدگان، اتهامات وارده به آنها و شیوه های قتل عام و شکنجه و سرکوب در زندان‌ها و خیابان‌های ایران به دست رژیم جمهوری اسلامی ایران. از کدام بگوییم؟ حمله های وحشیانه به مدارس ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان‌ها و دانشگاه های کشور برای سرکوب مردم به پا خواسته برای حقوق اولیه انسانیشان. از جمعه خونین زاهدان و قتل عام قوم عزیز بلوچ و خدا نورش یا مردم شجاع و شریف خطه کردستان. از نیکا بگوییم که چگونه با تجاوز و ضربات متعدد باتون به سر و سلاخی بدنش به دست نیروهای وحشی نظام به شهادت رسید، یا از حدیث و سارینا. شاید هم باید به گفتن داستان غزاله چلاوی کفایت کنیم، و یا از ظلم و شکنجهی که به خدا نور قبل از کشتن روا داشتن. شاید هم داستان قتل عرفان زمانی که با زدن تیر جنگی به او بالای سرش ایستادند تا کسی نتواند به کمکش بیاید و شهید شود، و یا حتی عرفان نظری، یا تمام کودکان و دانش آموزان و جوانانی که در این دو ماه به شیوه های وحشیانه شهید، دستگیر و در زندان ها مورد شکنجه های روحی و روانی و جسمی قرار گرفتن. البته به نظر من فقط داستان خود ژینا، دختری که به خاطر پیدا بودن کمی از موهای زیبایش به دست مأموران جهنمی گشت ارشاد به قتل رسید کفایت میکند، تا کل دنیا به پلید و نامشروع بودن این رژیم کثیف و ملعون پی ببرد. افزایش نگرانی ها در خصوص وضعیت زندانیان انقلابی در سراسر کشور در حالی است که بنابر اعلام برخی منابع، بسیاری از بازداشت شدگان زیر سن قانونی و کودک هستند، و همچنین گزارشات و اخبارها حاکی از بازداشت گسترده فعالان مدنی و حقوق بشری، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، فعالان کارگری و دیگر شهروندان معترض می باشد. یا این خود شدیداً موجب نگرانی شده است. و صد البته این بازداشت ها مصداق بارز بازداشت خودسرانه می باشد که به دلیل ترس رژیم از سرنگونی در ابعاد گسترده در حال انجام است. بله، متاسفانه همکنون که ما در حال حاضر در حال برگزاری این جلسه هم هستیم، رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در ایران در حال سرکوب، شکنجه، بازداشت، قتل عام به شدت هرچه تمامتر و با سلاح‌های جنگی در خیابان‌ها و زندان‌های ایران و علیه مردم ایران است. بر همگان پروازه است که نه تنها این کنوانسیون، بلکه تمام کنوانسیون‌ها و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی مصوب خود را به صورت علنی نقض و زیر پا می‌گذارند، که بتوانند همچنان در رأس حکومت کشور ایران مانده و به غارت و دزدی کشور عزیزمان ایران و نسل‌کشی ایرانیان ادامه دهند. اما ما به عنوان فعالان حقوق بشر و یا حتی مردم خارج از ایران وظیفه داریم که صدای مردم عزیز داخل هرچه بلندتر به گوش تمام مردم جهان، دولت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های حقوق بشری برسانیم. و جنایت‌های 44 سال این رژیم، علل خصوص اتفاقات حال حاضر را بدون سانسور به گوش تمام جهان و روزنامه‌های پر تیراژ رسانده و مردم دنیا را با ایرانیان همراه کنیم. ببخشید، ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. من اینجا صحبتم رو تموم میکنم. ممنون از شما خانم رهایی از این گزاری که ارائه دادیم. براستی که در ایران جمهوری اسلامی از هیچ جنایت فروگذاری نکرده. آخرینش هم همین بود که یک کودک 3 ساله خواهرزاده نوید عزیز رو برای بازجویی برده بود. یعنی من نمیدونم یک کودک 3 سالی چطور میخواد بازجویی بشه.
این واقعا برای من خودم عجیبه. و اینکه شکنجه اینه که به مادر کتابه ندارن که آزاد بده که به شکنجه بدن. این دیگه خانش تو اصلاحانی بفرمایید میکروفون دستی شما. عرض ادب و احترام خدمت همه همکاران گرامی در جلسه و تشکر از سخنرانی خیلی خوب خانم رهایی. اشاره کردید به مواردی از شکنجه و من اتفاقا امروز داشتم خبرها رو میخوندم به خانم یلدا آقا فضلی که 11 روز بازداشت بوده، بعد آزاد میشه، بعد از چند روز اقدام به خودکشی میکنه. خب این چه بلایی سرش توی اون دوران بازداشت اومده که بعد میاد خودکشی میکنه؟ حالا الان جناب آقای شفایی در اتاق حضور دارن، میخواستم یه سوال داشته باشم. این کنوانسیون مربوطه به سال 1988، یعنی بعد از انقلاب. چطوره که حالا این کنوانسیون ضد شکنجه بعضی از کشورها میتونن امضا نکنن؟ یعنی خب یعنی دیگر کشورها نمیگن که چرا تو امضا نمیکنی، علتش چیه؟ یا حتی خود حالا روشن فکرای ما ملیگراها، افرادی که کارشناس حقوق بودن اون زمان سوال نکردن، نخواستن از دولت که به چه حقی این کنوانسیون رو امضا نمیکنه؟ حتما باید یه همچین اتفاقاتی تو کشور بیفته که ما دنبال حالا این کنوانسیون باشیم و بگیم که عدم شکنجه. چرا همون موقع هیچ اتفاقی نیفتاد؟ یا شاید هم افتاده. ممنون میشم اگر توضیح هست بفرمایید. ممنون از شما خانم شاستوانی عزیز. آقای شفایی میتونم شما رو استفاده میکنه صحبت هست. سلام دوستان، خسته نباشید. به هر حال این اتفاقایی که میفته باعث خراب شدن ذهن ها میشه، اصلا شک نکنید، همه تحت تاثیر قرار میگیرن. مرسی خانم رهایی. اما در رابطه با سوال شما، اولا که وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده شکنجه درش محاسبه شده، ولی چون در واقع به عنوان یک اعلامیه است، تعهد انگیز نبوده، یعنی فقط یک هشدار، یک اعلام ماده 5 که شکنجه نباید باشه. اما یک کنوانسیونی امضا شده که جمهوری اسلامی، یعنی ایران هم امضا کرده در زمان پهلوی و جمهوری اسلامی هم ملزم به رعایتش. میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966 در اونجا هم راجع به این قضیه تعهد شده و این دیگه کنوانسیون قرارداد بین المللی در سال 1353 امضا شده، مجلس شورا تایید کرده، مجلس سنا تایید کرده، شاه امضا کرده، یعنی این دیگه در کشور جاریه و هستش. اما یک کنوانسیون ویژه درست کردن که خواستن به طور ویژه در واقع کشورها بیان ملزم بشن به این کار که جمهوری اسلامی امضا نکرده. دلیلش هم اینه که معتقده که ما شکنجه نمی کنیم، ما قصاص می کنیم، ما حد می زنیم. یعنی اونا تبدیل به یه سری کلمات شرعی کردن و موضوع رو تغییر دادن. مثلا فرض کنید کسی رو که میبرن زندان شکنجه، 100 تا شلاق میزنن تو کف پاش، میگن ایشون رو با تعزیر کردیم، حد براش زدیم. این نگاه ایناست به قضایا و این ترفندهایی که خب به هر حال جامعه روحانیت از این ترفندها همه جور داره. یعنی شما اگر یه مولا لازم باشه و هر آیه‌ای رو میتونم بیارن. اخیرا هم یه مولا اعلام کرده که شما این یه آقایی که عمامه من رو انداخته زمین، عمامه من تبدیل به مار شده و ایشون نیش زده و من رفتم بیمارستان ملاقاتش، ایشون از من طلب بخشش کرد و منم بخشیدم. یعنی اینا راحت هر آن چه دلشون بخواد میگن. شما دروغای عجیب غریب شنیدید که شمشیر حضرت علی با خود حضرت علی صحبت میکنه، بعد به حضرت علی گله میکنه چرا اینو که زدی نکشتیش، نمرد. بعد اون برمیگرده شمشیر میگه نه من تقصیر من نبود، عمرش به آخر نرسیده بود. یعنی اصلا نمیفهمم اینا رو. حالا انواع اقسام از این لاتالات که گفته میشه، حالا نمونه بارزش که یه چیز نزدیک به
نزدیک به 15,000 امامزاده در ایران هست که همش هم به قول معروف دکونه برای کارهایی که انجام میدن. اینه که جمهوری اسلامی در واقع روال کارش به این سبکه و دیگه هم امیدوارم که به آخر رسیده باشه و من امیدوارم تونسته با جواب شما رو بدم، چون هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست هم در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی اصلا قید شده به وضوح جمهوری اسلامی موظف وظیفه داره که موظفه که باید حتما اجرا بکنه و خود کنوانسیون هم اگر امضا نکنه باز وظیفه داره که اطاعت بکنه و میتونن ببرن زیر سوال، یعنی این چون امضا شده است قبلا. یه موضوع هم شما گفتید بعضیا با یعنی کامل نمیپذیرن، مثلا میگن به این شرط، نمونهش کنوانسیون کودکه که یه شرط براش گذاشتن، این شرط رو به این دلیل سازمان ملل در کنوانسیون ها قرار داده که دولت ها ترغیب بشن بیان برای امضای کنوانسیون، چون کنوانسیون یک شرایطی داره که متاسفانه در کشور ما چه پهلوی چه الان اجرا نشده. این کنوانسیون وقتی امضا میشه یکی از تعهدات دولت ها اینه که در اختیار عامه مردم قرار بگیره، در نشریات منتشر بشه، در کتاب های درسی تدریس بشه، یعنی بایستی همه بدونن یه همچین کنوانسیون این دولت امضا کرده. ولی وقتی امضا نمی کنن، خب تعهد ندارن. حالا اونا فکر میکنن وقتی به این صورت مشروط امضا بکنن، یه دولتی امضا بکنه و بعد یه دوره‌ای بگذره، خود به خود چون مردم میدونن معترض میشن، میان تغییرات رو ایجاد میکنن. این جزء قواعد خود اصولی که در سازمان ملل در واقع راجع به شورای حقوق بشر صحبت شده که کنوانسیون رو حتما مشروط هم بپذیره، حتی یه شرط دو شرط هم بذارن قبول کنن که به مرور تغییر بشه. اما ما در متاسفانه جمهوری اسلامی و دولت پادشاهی هیچ کدوم رعایت نکردن، یعنی نه نشوندن، تو کتاب ها نوشتن، نه منتشر کردن، فقط اگر هم کرده باشن در روزنامه رسمی کشور مثلا که اونم هیچ کس نمیخونه، یعنی اصلا کسی روزنامه رسمی کشور رو نمیخونه مگر کاری داشته باشه بره ببینه مثلا این شرکت جا ثبت شده نشده باشه. مرسی، امیدوارم تو استفاده شما توضیح بدم. ممنون از شما جناب شفای عزیز. البته حالا شاید اینجا جات نباشه، ولی من یک سوال میخوام از شما اگر ممکنی پاسخ تا هم بگیم که سازمان ملل و حالا این کانون‌های مختص سازمان ملل که میان یک بیانیه‌هایی میدن یا محکومیت‌هایی رو اعلان میکنن، خب این چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ مثلا یونیسف میاد جمهوری اسلامی ایران رو محکوم میکنه، یا سازمان حقوق بشر میاد، عفو بین الملل یا غیره میان جمهوری اسلامی ایران رو محکوم میکنه، خب چه تأثیری میتونه داشته؟ جمهوری اسلامی که کار خودش رو انجام میده و هیچ عکس‌العملی هم از خودش نشون نمیده، اینو ممکن اگه توضیح بدین آقای شفایی ممنون میشم. ببینید در خود حقوق بشر یه سری اصول وجود داره، یعنی هیچ کشوری حق دخالت در حق کشور دیگر نداره، یعنی حق به اصطلاح حرکت نظامی نداره. پس اگر قراره یک کشوری بخواد یا یک گروهی یا یک سازمانی یا یک ارگانی بخواد برای اینکه یک اتفاق در جای افتاده بخواد حرکتی بکنه، فقط میتونه بیانیه بده، بعد از بیانیه میتونه محکومش بکنه، بعد از محکوم کردن میتونن محدودشون کنن، یعنی مثلا اونایی که جنایتکارن اجازه مثلا مسافرت ندن، جلوی پروازشون رو بگیرن، یا اگر بره یه کشوری دستگیرش کنن، مثلا همین آقای حمید نوری مثلا. میدونی چی میخوام بگم؟ اینا یه سری اصوله، نمیشه فقط به صرف این که چون جمهوری اسلامی داره میکشه همین الان مثلا فلان کشور یا اتحادیه اروپا یا کشور آمریکا حمله کنه بزنه پدر همه رو در بیاره، چون یه حمله کردن خودش کشتاره، یعنی یک جنگه و این جنگ هیچ سلامتی توش وجود نداره،
یعنی امکان سلامت در رفتن مردم وجود نداره. یعنی اگر یک جنگ اتفاق بیفته که بخواد، شما افغانستان رو نگاه کنید دیگه، مگه آمریکا حمله نکرد به افغانستان به بهانه برجای دوقلو؟ حمله کرد، رفت افغانستان هم گرفت. شما میدونید نزدیک به میلیون آدم مردن، ضمن اینکه اومد آمریکا، آلمان، رفتن اونجا دموکراسی درست کردن، دادگاه درست کردن، همه چی هم پیریزی کردن، اما یه تکون طالبان خورد اومد همه جا رو باز دوباره کشتار شروع شد. این اتفاقات غیر منطقیه. یا اگر بدونید در افغانستان از سال 1972-3 شوروی در افغانستان بود و در طول یه چیزی نزدیک به 23-24 سال که در اونجا بود، احزاب خودش رو مثل حزب پرچم و اینا رو آورده بود بالا و داشت حکومت داری میکرد، ولی مسلمان باش میجنگیدن دیگه. بعد اسلامی ها برنده شدن، بعد طالبان اومد، بعد دوباره آمریکا اومد. یعنی هیچ نظمی داده نمیشه. البته دلیل اصلی این که حمله های خارجی میاد اثر میذارن و میان، من فقط راه میدونم در آگاه بودن. یعنی افراد وقتی آگاه بشن، یه جامعه وقتی آگاه شد دیگه اجازه سرکوب نمیده، یعنی در مقابلش وای میسته. این الان جامعه جوان ما آگاه شده، در یک آگاهی داره دنبال صداش میره، دنبال حقش میره. که فقط من نگرانی میده که این آگاهی محدوده و ممکنه از خارج متأثر بشه، تحت تأثیر قرار بگیره، آسیب بزنه به نوع حرکت ها. ولی مردم واقعا من میبینم، یعنی شعارها رو دائم میخونم، همه چی رو نگاه میکنم، همه هنوز روشنن، حقشون رو میخوان. این یه اصله. ولی در رابطه با اینکه سوال شما رو من کاملتر جواب بدم، عمل کردی که جامعه جهانی میتونه بگیره محکوم کردنه. بعد از الان یه سازمان ملل معمولا در ماهای نوامبر که الان هست و دسامبر محکوم میکنه و در معمولا در ماه مارس هم در واقع شورای حقوق بشر در سوئیس نشست میذاره و محکوم میکنن و بعد از اونجا شروع میکنن به محدود کردن. گزارشگر ویژه میفرستن، بعد از گزارشگر ویژه اگر نتیجه نگیرن، بعد دیگه لیست میدن بیرون که مثلا فلانی 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 اینا افرادی هستن که به اصطلاح متهمن، اگه بیان باید دستگیر بشن. راه های دیگه ای نیست. الان مثلا راجع به اتم که جامعه جهانی از اتمی شدن جمهوری اسلامی میترسه، نمیتونه کاری بکنه. تنها کاری که میکنه میاد میشه مذاکره میکنه، جریمه شون میکنه، اینو بهش نمیده، اینو ازش میگیره، نفتشو نمیخره. حالا بماند که حالا چه اتفاق دیگه پشت پرده است که اصلا ما فقط روشو داریم میبینیم و این اون چیزیه که داره اتفاق میفته، چون جامعه جهانی نمیتونه کاری کنه. من یه مثال بزنم. زمان احمدی نژاد پرواز میخواست بکنه بره نیویورک، مجارستان اجازه عبور هواپیمای احمدی نژاد رو از کشورش نداد. و شما جانی هستید و شما نمیتونید از کشور ما پرواز کنید. مجبور شد برگرده بره از ایتالیا دور بزنه و برگرده. یک ساعت و نیم رو هوا اضافی تره. یعنی این کارا اتفاق میفته. حتی اینا میام شامل قدرت‌های اجرایی اون زد و بندا هست. مثلا الان همین الان با این همه بروبیا هنوز خیلی از کشورها، همین دیروز پیروز تو خود آلمان نماینده های مجلس به صدر اعظمشون میگفتن آقا تو چه صدر اعظمی هستی؟ 50 روز دارن آدم میکشن، تو باید یه توییت زدی که ناراحتی و چه اقدامی کردی؟ تو مجلس آلمان داشتن صحبت میکردن. چرا؟ چون اینا سیاست مدارن، اینا باید کاسبی کنن بیان مملکت. اون باید یه قراردادی ببنده آدم های آلمانی که داره به صلاحات صدر اعظمشه گشته نگر نداره، تعارف که نداره که اون که مملکت خودش رو نگه داره، یعنی بتونه حق مردم رو بده. هر کشور اینطوری میکنه. حالا برمیگرده به اینکه این حقوق بشر چقدر اصولش تاثیرگذار بوده که یه کشوری کامل مثلا بیاد این کار رو انجام بده. دولت کانادا این کار رو کرد، تقریبا
7-8 سال پیش این کارو کرد، ولی باز دوباره برگشت بعد از دوره روحانی یه کمی باز واداد، ولی هم دوباره باز شروع کرده جلو قضیه. یعنی مدتی اصلا کانادا با ایران معامله نمی کرد، حتی در جلسات سازمان ملل همیشه رأیش مخالف به جمهوری اسلامی رأی مخالف میداد. میگم اینا اون ارتباطات توقع ما کار خود ماست. یعنی ما به جای اینکه متوقع باشیم سازمان ملل این کارو بکنه، ما باید خودمون کار کنیم، تک تکمون باید کار کنیم، اطلاعات بدیم، حرف بزنیم، نامه بدیم، نوشته بدیم، همین تظاهرات رو برن، نمیدونم هر چی که در توانمونه. حالا کسایی زبانشون خوبه صاف باشن برن تو سازمان ملل، زبانشون خوبه باشن برن، که دارن این کارم میکنن. یعنی الان اگر ببینید همه جا بچه های ایرونی رفتن و دارن راجع به حق و حقوقشون حرف میزنن. و یک به صورت یه لیستی امنستی اینترنشنال درست کرده بود و بالا 1,000,000 امضا جمع شد ظرف یه ماه از 225 نقطه جهان. خیلی ها، یعنی چیز کوچیکی نیست، الان بردن سازمان ملل اونو. خب اینا کارهای اجرایی اداریه در واقع. امیدوارم خوب تونستم توضیح بدم، یا اگر باز نقطه کوری هست بگید. نه کاملا کاملا، نه من منظورم این نبود که حمله نظام بشه، همین نیروی بازدارندگی که شما فهمیدین محدودیت هست که بعدش اعمال میشه، که من جواب خودم گرفتم. خیلی ممنون از توضیحات مفصل شما. از دوستان عزیز اگر سوالی نظری دارن که ندارین و میریم بحث بعدی، که سخنرانی هست توسط ستاره دژم با موضوع اعتراف اجباری در ایران. خانم دژم عزیز دوستان دستون بالا بریم. درود مجدد، امیدوارم همگی خوب باشید. همطور که آقای شایگان گفتن، موضوع سخنرانی من در مورد اعترافات اجباری هست. خب اعترافات اجباری همطور که میدونید سابقه طول و درازی داره توی رژیم جمهوری اسلامی ایران، از همیشه دقیقا داشته این کار رو انجام میداده و به نظر من داره در واقع از این راه به عنوان یه حربه استفاده میکنه که مردم رو سرکوب کنه یا تغییر افکار عمومی بده به نفع خودش. خیلی دور نمیرم، برمیگردیم به شهریور 1400 که در مورد نوید افکاری بود. متاسفانه کشتیگیر در واقع 27 سالمون که اعدام شد. خبرگزاری فارس و موقع یک در واقع اخبار رو منتشر کرد که در رابطه بود با پخش اعترافات اجباری نوید افکاری از تلویزیون. حدود 3 دقیقه مستند بود که تصویر آقای افکاری بود که روی در واقع جلوی زندان رو ببخشید میلای زندان نشسته و داره در مورد این صحبت میکنه که راهی که رفتم اشتباه. بعد رسانه‌های وابسته به حکومت ایران هم اعلام کردن که ما اصلا اعتراف اجباری نداریم، همچین چیزی کذبه و اگر کسی تصمیم میگیره که بیاد حرفی بزنه جلوی دوربین به خاص شخص خودشه، حتما به این باور رسیده که اشتباه کرده و میاد اعتراف میکنه. ولی بارها اقدام به پخش اعترافات اجباری حالا در تلویزیون دیدیم، توسط زندانی ها، خانواده های جان باختگان، همطور که اخیراً خیلی اتفاق متاسفانه افتاد و هر کسی که کشته شد حالا یا خودکشی کرده بود یا از بالا پرت شده بود و کلی داستان‌های ساختگی دیگه که توسط سناریو نویسای جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتاد. و خبرگزاری فارس در ادامه همین اتفاقاتی که برای آقای نوید افکاری افتاده بود گزارش مفصلی تو آماده کرده بود در مورد اینکه اصلاً آقای نوید افکاری شکنجه نشدن و همطور که گفتم خودشون شخصا دست به اعترافات دادن. ولی چیزی که واضحه، ما یک دستخط داریم از آقای نوید افکاری که بعداً از زندان منتشر شد و نوشته بود توی اون که شکنجه های بیرحمانه و غیر انسانی داشته که مجبورش کردن مطالب سراسر ساختگی و کذب و جلوی دوربین بگه، که متاسفانه همطور که میدونیم آقای نوید افکاری در جریان اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت شد، خودش و دوتا داداشاش
که آقای نوید افکاری به محاربه محکوم شد و اعدام شدند و داداشش حبیب و وحید افکاری هم هر کدوم به 54 و 27 سال زندان محکوم شدند. در نهایت هم سعید دهقان که وکیل خانواده آقای افکاری بود اعلام کرد که در صورتی این حکم داده و اجرایی شد که کل پرونده دادگاه 24 تا تناقض داشته و 3 تا دروغ واضح تو پرونده شده، ولی نهایتا تنها با علم قاضی حکم صادر شد و اجرا شد. اخباری هم که اخیراً از خانواده آقای افکاری داریم که خواهرشون همطور که آقای شایگان گفتن متاسفانه توسط جمهوری اسلامی دستگیر شدن، خودش و همسرش و فرزند 3 سالشون که حالا مثل فرزندشون رو آزاد کردن ولی به مادرشون اجازه نمیدن که از این موضوع مطلع بشه. اما برسیم به اتفاقی که اخیراً افتاد و خیلی بازتاب بزرگی توی رسانه‌های داخلی و خارجی داشت در مورد الناز رکابی. همطور که میدونید صخره‌نورد دختر که در روز یک شنبه بدون حجاب اجباری در فینال مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرد و خب همطور که دیدیم تصاویرش و فیلمهاش رو حجابش بر سر نبود و این در حالی که سفارت جمهوری اسلامی از بازگشت الناز رکابی خبر داد پس از مسابقات سنگ نوردی و گفتش که با بقیه اعضای تیم به ایران برمیگرده. ما شاهده این بودیم که خانم الناز رکابی از صفحه اینستاگرام شخصی یه استوری منتشر کرد و خب بازتاب رسانه‌های جهانی از وضعیت این ورزشکارمون جالب توجه بود، چون که خیلی از خبرگزاری‌ها گفتن که خانم الناز رکابی توی سفارت کره توسط مامورین مثل بازداشتور بودن، بعضی هم گفتن که اصلا به گوشیشون دسترسی نداشتن و یکی از خبرگزاری‌ها از مفقود شدن الناز رکابی توی عصر یک شنبه خبر داد و همطور که گفتم خیلی از خبرگزاری‌های خارجی گفتن که استوری که خانم الناز رکابی نوشته بود در واقع یک اعتراف اجباری بود، چیزی نبود که خودش بخواد این کار رو انجام بده و در نهایت هم ایشون خانم رکابی فکر میکنم با تیم به ایران برگشتن، به فرودگاه امام که رسیدن همونجا در صحنه خبرنگار تلویزیون داخلی جمهوری اسلامی حضور داشتن و در مورد پوشش ایشون از ایشون سوال پرسیدن که گفتن که چی شد که یهو رو سریر سرتون نبود و خانم رکابی هم گفتن که سهواً دچار مشکل شده بودن به خاطر اینکه در حال حاضر زبان بندی که برای تیم گذاشته بودن به صورت یهوی به من اطلاع دادن و من مجبور شدم که یعنی یه اتفاقی افتاده که اونجا من نتونستم رو سریم و سرم بزن. ولی خب چیزی که واضح بود و همه هم فیلماشو دیدیم قشنگ شبیه همون اعتراف های اجباری بود که حالا از قبل جمهوری اسلامی برنامه ریزی میکنه و دکور میچینه و طرف میاره میشینه و صحبت میکنه، اینا این همون بود و مطمئنن از قبل بهشون گفته بودن که قراری همچه اتفاق توی فرودگاه بیفته و باید یه توضیح بدی که خودتو بتونی توجیه بکنی. پس از اون هم اتفاقی که میفته فکر میکنم 24 ساعت بعد خانم افکاری تحت حفظ تحت نظر بودن که بعدش میرن با وزیر ورزش یه مصاحبه حضوری انجام میدن. بعد از اونم طبق آخرین اخباری که داریم اینه که فکر می‌کنم همچنان در حبس خانگی به سر میبرن و آره چیزی هم یه چیز دیگه هم که اخبار موثقی داریم که فکر می‌کنم البته برای همه ورزشکارایی که می‌خوان خارج از کشور برن و مسابقه داشته باشن یه سری وثیقه‌های گران قیمت باید به همین سازمان وزارت ورزش بدن، در واقع فکر می‌کنم یکی از قوانین جمهوری اسلامیه و طبق اون وثیقه‌هایی که می‌ذارن بر ورزشگاه قبل از خروج از کشور خب یه سری محدودیت‌ها هم برشون ایجاد می‌کنه. بعد نهایتا خانم رکابی این عمل خیلی مهم به نظر من و خبرساز رو انجام داد.
یه بررسی بکنیم خبرگزاری هایی که در مورد حرکت خانم رکابی نوشته بودن. مثلا روزنامه گاردین در گزارشی با تیتر نگرانی درباره وضعیت الناز رکابی کوهنورد ایرانی پس از حضور بدون حجاب در مسابقات سئول نوشت، دوستان این ورزشگاه میگن که روز یک شنبه نتونستن باش تماس بگیرن، در حالی که سفارت ایران میگه او با سایر اعضای تیم به خانه باز میگردد. تلگراف نیوز میگه که از مفقود شدن الناز رکابی خبر میده. اون روزنامه با اشاره به ناپدید شدن الناز رکابی 33 ساله به دلیل امتناع از داشتن حجاب اجباری در مسابقات خارج از ایران نوشت. رکابی و سایر ورزشکاران ایرانی صبح دوشنبه از هتل گاردن سئول خارج شده بودند. پیش از این ایران وایر به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود که رکابی روز سه‌شنبه یک روز در واقع زودتر از روز مقرر برای جلوگیری از اعتراضات و تجمعی احتمالی در فرودگاه بین‌المللی به تهران بازگردانده میشه. یه نشریه دیگه هم با اشاره به این موضوع که الناز رکابی صخره‌نورد ایرانی دو روز زودتر از زمان برنامه‌ریزی شده به ایران بازگشته بود خبر داده بود و اینکه افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت اون. این نشریه همچنین امتناع رکابی از سرگذاشتن حجاب اجباری را نمایش تاریخی همبستگی با تظاهراتی که با رهبری زنان در ایران شکل گرفته توصیف کرده. یک خبرگزاری خارجی UK کلایمینگ که در مورد اخبار کوهنوردا می‌نویسه و یه رسانه بریتانیایی هستش، در واقع اقدام به این صخره‌نورد ایرانی رو پیوستن به اعتراضات زنان معرفی کرد و گفته بود که در مسابقات آسیایی در واقع پیوستن به اعتراضات زنان علیه رژیم ایران هست این حرکت خانم الناز رکابی. این رسانه همچنین به نقل یک منبع آگاه درباره سرنوشت خانم رکابی نوشت که اون نهایتا به تهران رسید اما پاسپورتش ثبت شد، تحت تعقیب قرار گرفت و دولت به خاطر این موضوع اتفاقاتی رو برای اون انجام داده. فکر میکنم که حتی برادر خانم الناز رکابی هم به زندان رفتن، یعنی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودن. این واکنش های جهانی در حالی که سفارت جمهوری اسلامی در کره جنوبی از بازگشت الناز رکابی در ایران روز سه‌شنبه 26 مهر 1401 خبر داد و در صفحه توییتر خود تمام اخبار جعلی، کذب و اطلاعات نادرست در خانم الناز رکابی رو تکذیب کرد. رکابی روز یک شنبه بدون حجاب در فینال مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرد. نهایتا خانم رکابی ساعت 3 بامداد چهارشنبه 27 مهر در تهران نشست و اون برنده یعنی نفر چهارم رقابت‌های سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا شده بود. همطور که گفتم این اقدام اون بازار وسیع در رسانه‌های بین‌المللی پیدا کرد و بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی که به دلیل همراهی با جنبش آزادی‌خواهانه زنان ایران اون رو ستودن و چند برابر همه و هر چند برابر همه روشن بود که ملی‌پوش سنگ‌نورد در صورت بازگشت به ایران ممکنه تهدیدات امنیتی هم داشته باشه. الناز رکابی در نهایت یه مصاحبه‌ای کرد با دو تا از رسانه‌های حکومتی در حالی که چهرهش نگران به نظر می‌رسید، بازم گفت که به دلیل فراخوان پیش‌بینی نشده برای حضور در فینال مسابقات حجابش سهواً دچار مشکل شده و پیش از آن در قرنطینه زنان بوده و به همین دلیل حجاب نداشته. از آنجا هم که حکومت ایران در گرفتن اعتراف اجباری بر افراد تحت فشار قرار دادن آنها ید طولایی داره، تعریف‌های درباره این که حتی استوری هم که گفتم از قبل خانم رکابی توی صفحه اینستاگرامش منتشر کرده بوده هم نوع اعتراف اجباری به نظر میاد. اقدام الناز رکابی در واقع عبور از خط قرمزهای حکومت ایران بود، آن هم در روزهایی که زنان ایرانی برای دستیابی به حقوق بدیهی خود در خیابانها اعتراض میکنند و سرکوب میشن. به همین دلیل این موضوع چشم رسانه‌های بین‌المللی غافل نموند و سازمان‌های حقوق بشری و شخصیت‌های برجسته هم پنهان نماند و نهادهای بین‌المللی هم در مورد حرکت قهرمانانه خانم الناز رکابی گفتند. فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی بر اهمیت امنیت ورزشکاران تاکید کرد و گفت که از هیچ تلاشی برای حفظ امنیت یک عضو ورزشمند جامعه خود در این شرایط غافل نمیمونه و این جای خوشحالی داره واقعا.
البته در صورتی که بتونن اقدام عملی انجام بدن. سخنگوی کمیسارهای عالی سازمان حقوق بشر در نشست خبری در ژنو گفتش که پرونده الناز رکابی رو از نزدیک دنبال میکنه و مرتب نگرانی خود رو به مقامهای ایرانی مطرح کرده است، که او همچنین تاکید کرد زنان هرگز نباید به دلیل لباسی که میپوشن و چیزی که انتخاب میکنن تحت تعقیب قرار بگیرن. همچنین سخنگوی کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواست سرکوب معترضان، مخصوصا ورزشکارانی که به این شکل در مجامع عمومی کاری انجام میدن رو متوقف کنه. حضور بدون حجاب الناز رکابی پشتبندش یه سری اتفاقا افتاد که خیلی از هنرمندها و خیلی از آدمهای سرشناس واکنش نشون دادن. یکی از اون آدمهای سرشناسی که واکنش نشون داد یک کاریکاتوریست چینیه که مجموعه بیشتر آثارش سیاسیه. در واقع الناز رکابی رو در حال صعود به صخره‌های در صورت علی خامنه ای کشیده که به نظرم یکی از واقعا تاثیرگذارترین آثار هنری بود که بعد از این اتفاق دیدم. پیشنهاد میکنم که اگه ندیدین حتما این کار رو ببینین. و در اثرش هشتگ مهسا امینی رو هم زده بود و این کارش رو منتشر کرد که به نظرم یکی از بهترین کارهایی بود که انجام داد. جسیکا چستین هنرپیشه هالیوود یه استوری اینستاگرامی گذاشت و اقدام الناز رکابی رو شجاعانه توصیف کرد. کیسی به خواننده سرشناس بریتانیایی همینطور کار الناز رکابی و ستود ترانه علی دوستی براش نوشت، در کنار تسلیم قهرمان شجاع گوشیفته فراهانی بازنشر کرد استوری الناز رکابی و براش نوشتش که دیروز برادرش رو دستگیر کردن. یعنی خبر در واقع دستگیر برادر الناز رکابی از خانوم گلشیفته. خب همطورم که گفتم، مثل این که نمیدونم دقیقا ولی جز قوانین جمهوری اسلامی هست این مسئله که هر ورزشکاری که میخواد از کشور خارج شه و مسابقات بین‌المللی انجام بده حداقل باید یک چک وثیقه بذاره که مبلغی هم که از خانم الناز رکابی گرفته بودن حدود 10 میلیارد وثیقه بوده که بتونه به سفر به کره جنوبی داشته باشه و بدون تاریخ و وکالت تامال اختیار به فدراسیون کوهنوردی برای اجرای، یعنی خانم رکابی در واقع این رو قبل از اینکه از کشور خارج بشه به فدراسیون داده. حوادث و اعتراضات اخیر خب واکنش هایی که مسئولین در واقع به اونها نشون دادن زیاد بوده و اونا معتقدن که اعتراف اجرایی در ایران وجود نداره. اگه همچه حرفی میزنی شایع است، چه آنهایی که از صدا سیما پخش میشه و چه کسایی مثل شروین حاجی پور که خواننده ترانه برای که از شبکه‌های از صفحات خودشون منتشر میکنن، اینا همش شایعاته و شایعات مربوط به بازداشت گستره چهره‌های شناخته شده از هنرمندان و ورزشکاران و همه کسانی که تو این روزها به نوعی با نهادهای امنیتی در واقع دست و پنجه نرم کردن. در مورد سید مجید میر احمدی دبیر شورای امنیت کشورم که خب پس از متاسفانه کشته شدن مهسا امینی گفتش که ما خودمون داریم پرونده بررسی میکنیم و نشست خبری گذاشتیم، اما هر کسی که از چه ورزشکار چه هنرمند و هر شخص شناخته شده ای که از این اتفاق بخواد به نفع خودش و برای پیشبرد اهدافی غیر از نظام کاری انجام بده حتما محکوم میشه و باهاش برخورد انجام میده. یه خب اخبار در مورد ورزشکاری که توی مدت کارهای مختلفی انجام دادن برای حمایت از خیزش بانوان ایرانی رو زحمت کشتن همکارمون گفتم، من یه کوچولو چیزای آماده کردم میگم خدمتتون که مال قبل تره. مثلا خانم یاسمین محمدی ملی پوش بسکتبال ایرانه که تو حساب اینستاگرامش یه دونه پست استوری گذاشت و نوشتش که عرق ریختن و ترش کردن برای این فدراسیون و پرچم جمهوری اسلامی رو دوست داشتم ولی الان این کار درست نمیدونم.
گلایه هم به خاطر بی‌تأثیر بودن این ورزش در روزهای تاریک است، ولی بزرگترین ناراحتی هم برای تمام سختی هایی است که من و زنان ایرانی کشیدیم، مثل پول نداشتن همیشگی فدراسیون، انصراف به خاطر تعریف اسرائیلی، کنسلی اعزام، دم پرواز و عدم پخش بازی ها با وجود پوشش مورد تایید. خانم محمد تو بخش دیگری از پستش نوشته که همین از هشتک زن زندگی آزادی استفاده کرده. محمد تقوی هم بازیکن اسبق استقلال، خب همطور که در جریان هستین تیم ملی، تیم بخش استقلال وقتی که پیروز شد خوشحالی نکرد و خب این کارش مورد ستایش خیلی دیگه از در واقع بازیکنان تیم های مختلف قرار گرفت. یکی از کاره که اخیراً انجام شد فکر میکنم تیم هندبال ایران بود که بعد از اینکه گل زد، اون مدلی که آقای خدانور رو متاسفانه کشتن اون مدلی بود، یا فوتبال ساحلی بود که علامت مو رو که کوتاه میکنن روی سرش انجام دادن، و به نظر من در جامعه بین‌المللی همه اینا خیلی 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 میتونن تاثیر داشته باشن توی اتفاقات اخیری که توی ایران در واقع داره میفته. حالا همه این اتفاقا افتاده و واکنش وزیر ورزش به کارها و رفتارهایی که در واقع ورزشکاران اخیراً دارن انجام میدن اینه که ورزش آری از سیاست است و منشور المپیک رو هم اینو میگه و من اصلاً این رفتارها رو نمیپسندم. وزیر ورزش همچنین درباره استقبال نشدن از خرید بلیط‌های هواپیما هم یه سری چیزها گفتن که گفتن این رفتار خوبی نیست و کسی حق نداره ما رو تحریم بکنه، اگر رفتار اشتباهی رخ میده ما اصلاح میکنیم. وقتی که آماده کردم خیلی طولانیه، اما من به نظرم تا همینجا کافیه. اگه دوستان کسی بخواد مشارکت بکنه میشنوم ازتون و با هم پیش میریم. مرسی که مایک رو به من دادین. ممنونم. ممنون شما بانو دژم عزیز از موضوع که انتخاب کردین. همونطوری که خب ما میدونیم طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اساس سیاست شکنجه و ممنوع و هر نوع اعترافی که در با شکنجه انجام شده باشه به کل غیرقانونی محسوب میشه. ولی خب تو جمهوری اسلامی اون چیزی که تو قانون اساسی نوشته میشه با اون چیزی که اجرا میشه خب خیلی متفاوته. قانون اساسی که ما میدونیم یه چیز دیگه است با اون چیزی که اجرا کنه. آقای رضایی سایان دست بالا کردین، میشنویم شما رو، بفرمایید. سپاس از شما آقای شایگان عزیز. من خودم یه سوال از خانم دژم داشتم بابت این اعتراف اجباری. خواستم بدونم نظر خودتون بابت این پرفورمنس های اعتراضی، کدوم یکی از این پرفورمنس ها میتونه خیلی تاثیرگذارتر باشه، هم برای اعتراضات و هم این که اون پرفورمنس نشون بده که اون شخص نمیخواد مغایر باشه با اون اعتراف اجباری که رژیم میگیره. ممنون از شما آقای شایان. خانم دژم رو بفرمایید. ممنونم. به نظر شخصی من اینه که کلا هر حرکت حتی هر چند کوچکی هم میتونه تاثیرگذار باشه واقعا توی این زمان، دوره از زمان. اما یکی از چیزایی که به نظر من خیلی خوب داره پیش میره و خیلی از ورزشکارا، خیلی از تیم‌ها دارن کار انجام میدن، نخوندن سرود جمهوری اسلامیه. اینکه اون لحظه وقتی دوربین زوم میکنه رو تک تک چهره‌ها و همه دهنشون بسته است و سرشون رو میندازن پایین، این یعنی واقعا نخواستن تمامیت رژیم جمهوری اسلامی به معنی واقعی. و حالا این شادی نکردن بعد از گل ها و این که حالا میگم اون پرفورمنس هایی که به قول شما انجام میدن بعد از گل، اینا همشون تک تک به نظر من خیلی تاثیرگذاره و من به شخص از تک تک این عزیزان که دارن کار انجام میدن سپاسگزارم. همون شما دقیقا خیلی کارهای طلاقانه خوبی انجام میدن. خانم رضاوند رو هم بشنویم. خانم رضاوند بفرمایید.
درود و عرض ادب مجدد دارم. خیلی ممنون از موضوع خوبتون. خوب مواردی رو جدید در واقع مثال زدید. یک اصل رو آقای شایگان فرمود اساسی هر قانون اساسی ما اصل مدنی ماده مدنی هم داریم. تو قانون مدنی ما 578 که نیروی انتظامی هر اعترافی رو که بگیره با توجه به از روی شکنجه و اقرار از روی شکنجه باشه رو هم نفی کرده. قوانینای ما واقعا قانون اساسی ما قانون اساسی خوبی داریم. ولی متاسفانه اجرا نمیشه. اما چیزی که میخوام بگم اینه که به حدی این به هر حال میدونی اعتراف اجباری یعنی اینکه شخصی رو که دستگیر میکنن خودش بیاد ضد خودش صحبت کنه در مقابل دوربین و در واقع خودش رو یه جورایی تخریب شخصیت کنه توسط خودش، نه اینکه نیروها بیان اعلام کنن این شخص دزد بوده، این شخص علیه امنیت ملی اقدام کرده و خودش بیاد خودش رو تخریب بکنه. شخص شخصیتی که حالا بر اساس شکنجه روحی جسمی به هر صورتی هستش. شاید قبلا این اتفاق می افتاده و می کردن، اما الان اصل ارتباطات هست و دیگه نمیتونن این تناقض ها پیدا میشه و به حد زیاده، چون آماری که دادن تا چند سال گذشته به آماری که اومدن جمع کردم و دیدم بیش از 400 اعتراض، نه جز این جنبش ها، غیر از این جنبش ها یکی دو سال پیش بیش از 400 اعتراف گرفته شده، اونم به صورت تلویزیونی. از کوچکترین یه سپیده رشنای نمونش بود که دیگه حتی حاضر شدن به ما یه جورایی ببخش از واژه فهمیدنشون استفاده میکنن بفهمونن که بله شکنجه شد و اعتراف هم کرد. چرا اعتراف اجباری؟ فقط به خاطر اینکه قدرتش رو به ما نشون بده، حقانیتش رو به ما نشون بده و بگه باید بپذیرید حقانیت من رو. اما اتفاقی که افتاده تا یه جایی جواب میده، یه جایی ترفندیه، شخصی خیلی قویه، خیلی قدرت داره برای اون دولت، برای اون رژیم، به عنوان کسی که مقابلش هست خیلی مهمه که این شخصیت رو تخریب بکنه، خراب بکنه جلوی ملت. خب ممکنه جواب بده، ولی وقتی زیاد میشه از این ترفند زیادی استفاده میکنه، در واقع میتونم بگم خودش رو یه اعترافی شد برای دیگران که تازه متوجه بشه خود شخصیت رژیم اومد زیر سوال. انقدر از این ترفند زیاده روی کرد، تو کوچکترین مسائل استفاده کرد، الان اگر واقعا هم درست باشد ما نمیپذیریم. به قول یکی نوشته بود تو گروه، یعنی اگه بیاد به ما بگه این ماست سفید است که واقعا سفیده، ما میگیم سیاه است. یعنی انقدر زیاده روی کرده تو این کار. وقتی میاد در مورد این عزیز زاهدانی رو که کشتن میاد میگه این شخص افغانی بوده، این شخص نمیدونم کار مسلحانه انجام بده، شرور بوده. یعنی الان من میخونم دیگه، من کامنت ها رو خیلی میشونم میخونم، برای مهم نظر افراد رو نوشته بود حتی اگر افغانیست، حتی اگر سرقت مسلحانه کرده، باز هم من تو رو باور نمی کنم و این حقش نبود. یعنی اصلا دیگه تأثیری نداره. و اینکه چرا اینقدر اصرار داره روی اعترافات اجباری، فقط برای من یه سواله. معمولا خود زمان شاه هم من شنیدم که این اتفاق می افتاده، سازمان های بین المللی فشار آوردن روی ایران و این رو متوقف کردن. بعد از انقلاب دوباره خیلی شدید شد. سوالی که آقای شایگان از آقای شفایی هم پرسیدن، اینجا چرا تأثیر نذاشت و اینجا چرا عمل این متوقفشون نکرد، این ماشین شکنجه، این ماشین اعترافات اجباری رو متوقف نکرد؟ چه چیزی باعث شد؟ چیزهای پشت سر بود یا اینکه نمیدونم چرا این رو متوقف نتونستن بکنن؟ ممنونم، مرسی از در واقع گزارش و برنامه. من مایک رو رها میکنم. ممنون از شما رضا بنده عزیز، ممنون نظری که دادین. دوستان عزیز اگر نظر دیگه ای دارید بفرمایید، اگر نه که بریم بحث پایانی که بحث آزاد هست با موضوع حق اعتراض و مسئولیت نسبت به جامعه که فکر کنم میتونیم بحث خیلی خوبی داشته باشیم و در این زمینه به گفتگو بشینیم. همونطور که میدونیم خب هر انسانی همونطور که حق حیات داره حق اعتراض هم داره، یعنی به موازات همدیگه این دوتا پیش میرن. هر انسانی باید از نسبت به حقوقی که ازش دایر میشه
باید اعتراض کنه نسبت به اون موضوع، که اگر اعتراض نکنه خب حقش ضایع شده. بنابراین توی ایران ما تو حداقل چند وقت گذشته، از اگر بگیم از سال 96 به این ور که مکرر بوده این اعتراضات زیاد شده، خب مردم خیلی زیاد در مورد موضوعات مختلف اعتراض کردن. مردم در مورد گرانی سوخت، در مورد خیلی مسائل اعتراض کردن، ولی همواره جمهوری اسلامی با سرکوب و اعدام و شکنجه پاسخ داده مثل همیشه. حالا این آخرین موردم که موضوع قتل حکومتی مهسا امینی بود که مردم اعتراضشون ابتدا به این موضوع اعلام کردن و خیلی سریع به کلیت رژیم جمهوری اسلامی برگشت، این کل رژیم رو هدف قرار داد. حالا ما میخواییم ببینیم که مسئولیت افرادی که داخل ایران هست، که خب دارن یک سری فعالیت هایی میکنن، اونایی که به خیابان ها میان، یا همینطور که الان خانم دژم فرمودن، ورزشکارامون با حرکاتی که انجام میدن تو صحنه های حالا داخلی یا بین المللی بالاخره اعتراض خودشون رو نشون میدن. و من میخوام ببینم که وظیفه و مسئولیت مایی که بیرون از ایران هستیم، توی یک جامعه آزاد زندگی میکنیم و میتونیم صدای هموطنانمون باشیم، آیا فقط در همین اعتراضات شرکت کردن یا توی این جلسات این مدلی شرکت کردن کفایت میکنه، یا باید فعالیت های بیشتری کنیم؟ اگر دوستان نظری دارن خوشحال میشیم که نظرشون رو بشنویم. و بعد خانم شاهدوانی عزیز بفرمایید. دوستان خب، بحث آزادمون در مورد حق اعتراض و مسئولیت نسبت به جامعه هست. خب تک تک افراد توی رده‌های مختلف نسبت به جامعه‌ای که زندگی می‌کنن یه مسئولیتی دارن. الان شما توی تمام رده‌ها اگه نگاه بکنید، بعضیا واقعا فراموش کردن که اصلا جاشون کجاست. آیا طرف مردم وایسن یا مقابل مردم؟ حالا ما دانش آموزان رو داریم، دانشجویان رو داریم، معلمین، استادا، حتی توی نظام پزشکی دکترا، پرستارا، واقعا از هنرمندا، ورزشکارا. مردم وقتی میبینن که افراد بیشتری، مخصوصا حالا سلبریتی ها، کسانی که مهم هستن، واکنش نشون میدن و طرف مردم میایستن و حمایت میکنن، یه قوت قلبی میشه برای همه. آقای سعید پیرامون بودن که این حرکت رو انجام دادن. من دیروز یا پری روز بود یه عکسی نگاه کردم، چند تا بچه نمیدونم از کدوم روستا وایساده بودن، همون حرکت رو انجام داده بودن. یعنی چقدر امید بخشه، چقدر باعث قوت میشه، انرژی میده به تمام اونایی که حالا توی این انقلاب دارن فعالیت میکنن. الان دیگه همه باید نسبت به جامعه‌ای که ما الان داریم توش زندگی میکنیم و این همه ظلم و بیداد رو میبینیم، این همه دروغ و فساد رو داریم میبینیم، علناً همه رو دارن میکشن و واقعا میگن یکی حالا خودکشی کرد، یکی قرص خورد، یکی از پشت بوم خودش رو پرت کرد با این. خب دیگه توی یه همچین وضعیتی من احساس میکنم هر فردی به عنوان انسان باید واقعا وضعیت خودش رو مشخص کنه، آیا در کنار مردمه یا مقابل مردم. این واقعا یه وظیفه انسانیه که ما نسبت به جامعه و هم نوعان خودمون نباید فراموش کنیم. ممنون از فرصتی که به من دادید. ممنون از شما خانم ساسرانی عزیز. دقیقا ما باید مرز خودمون رو به قول معروف تعیین کنیم دیگه. اون کسانی که
بر علیه مردم ایستادن، خب تو تاریخ ثبت شدن، اینا هرگز فراموش نخواهند شد. البته من که فکر کنم مردم ما ایرانی ها انقدر انسان‌های بزرگوار و بزرگمنشی هستیم که تو هر لحظه اینا بخوام برگرد به سمت مردم ما میتونیم بپذیرنشون. خانم رهایی شما را بشنویم، بفرمایید لطفا. تشکر جناب شایگان عزیز. واقعا حالا این شیوه های نشون دادن اعتراضات و حالا نشون دادن اتحاد و همبستگی که حالا توی گوشه گوشه دنیا داره شکل میگیره به نظر من خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. این پرفورمنس هایی که حالا مثل خدا نور توی کشورهای خارجی مردم و حالا هنرمندان یا مردم هم دارن انجام میدن به نظر من تاثیرگذار میتونه باشه. حالا خود مردم ایران از این موضوع درست اطلاع دارن و حالا خارج از کشورم شاید اخبارها رو میشنون، ولی این که نشون داده میشه این یه تأثیر دیگه میتونه داشته باشه و 100% اینها چه داخل چه باستابش در داخل و خارج میتونه تأثیرات حالا کوچکترین حرکت هم به نظر من توی الان توی این برهه از زمان میتونه تأثیرات خیلی زیادی رو داشته باشه. حالا خانم شاستوانی هم عرض کردن که حالا یه چیز نشون دادن ساده چیدن مو که این ورزشکار عزیزمون انجام داد تأثیرش رو نشون داد، یا الان توی بازی فوتبال نمیدونم فکر میکنم حالا یا امروز بوده یا دیروز توی شمال ایران این که حرکت بعد از گلی که زدن حرکتی رو که خدا نور رو مثلا حالا دستش رو بسته بودن به میله این بازیکن انجام داد، اینا 100% باستابهای گسترده‌ای میتونه داشته باشه این شیوه نشون دادن اعتراضات. ممنون، من وقت رو بیش از این نمیگیرم و حالا بقیه همکارانم هم میتونن. ممنون از شما خانم رهایی عزیز، ممنون از نظرتون. خانم دژم عزیز فرمود بسن. ممنون که بار دیگه مایکو به من دادید. من در مورد اون سوالی که پرسیدین که ما به عنوان ایرانی که خارج از کشور هستیم چه کاری میتونیم انجام بدیم، به نظر من یکی از مهمترین کارهایی که ما میتونیم در حال حاضر انجام بدیم، خب با توجه به اینکه اینترنت ایران اینترنت درستی نیست و هر روز میخوان فیلتر بکنن و اینا، یکی این که از هر رسانه‌ای که واقعا در دستمونه، پلتفرمی که داریم، پلتفرم شخصیمون حتی، اخبار رو واقعا منعکس کنیم، اتفاقایی که توی دنیا داره برای ایران میفته و چیزایی که خود ایرانی ها در جریانش نیستن. مثلا همین گفتگوهایی که توی پارلمان های مختلف توی کشور مختلف اتفاق میفته که اخبارش میاد بیرون، یا حرکتایی که خود سازمان ملل انجام میده، سازمان همین حقوق بشر انجام میده، اتفاقاتی که اینجوریان و اینا رو ما وقت خبرگزاری کنیم و چهار نفر حالا همین فامیلامون دوستامون هم بشنون، اینا به قول همطور که تا الان دوستان گفتن دلگرمی و قوت قلبی برای دوستانی که توی ایران هستن و توی کف خیابونا هستن، به نظرم خیلی اتفاق خوبیه. دومین کار مهمی که میتونیم انجام بدیم این که خب ما که از اتفاقات ایران آگاهیم، ایرانی هایی که خود توی داخل ایران هم هستن که میدونن دارن چی کار میکنن و آگاهی دارن تا حد زیادی، وظیفه ما به نظر من به عنوان ایرانی های خارج از ایران اینه که اخبار داخل ایران رو به زبان هم کشوری که هستی منعکس کنیم تا خارجی های بیشتری در جریان اتفاقات اخیر ایران بیفتن. واقعا با وجود این که الان بیشتر از یک ماه بیشتر از 50 روز داره از اتفاقات داخلی ایران میگذره، من هنوز میشنوم آدمایی که میان از من میپرسن میگن جنگ شده توی ایران، کی بهتون حمله کرده؟ جواب اسمش جزوی بود، نه آقا جنگ نیست. در میتونم اینجوری بگم که میدونن یه اتفاقی افتاده ولی نمیدونن داستان چیه. این وظیفه ماست که الان بیام واسهشون حالا از هر طریقی که میتونیم بلدیم توضیح بدیم که آقا این یک انقلاب در حال شکل گیریه. مرسی که آمار کدارید. ممنون از شما. دقیقا ما باید بیشتر تلاش کنیم و جامعه‌ای که زندگی میکنیم یعنی مردم، افکار عمومی رو بیشتر آگاه کنیم، چون افکار عمومی میتونن فشار بیارن به دولت‌ها و دولت‌ها همونطور که الان فشار آوردن به سردردن آلمان و بالاخره بعد از 50 روز یک سخنرانی بر علیه جمهوری اسلامی انجام داد. آقای
شایان عزیز شما رو هم بشنویم بفهمید لطفا. سپاس از شما شایگان عزیز. پیرو به صحبت های خانم دیجان که فرمودن، ما میتونیم حتی با یه ایمیل زدن به اون شهرداری، به اون چیزی که هستیم، نشون بدیم نحوه اعتراضمونو، که اجازهی بگیریم برای حق تجمع در هر جایی که هستیم. همون سه روز پیش در میدان لوکسامبورگ بروکسل یک تجمعی بود نزدیک به پارلمان اروپا که خانم دریا صفایی را فکر کنم بشنسین همتون، نماینده ایرانی تبار پارلمان اروپا اومده بودن و یک جمعیت عظیمی اونجا بود و این تظاهرات رو جلوه دادن. و اینکه بابت یک نوع پرفورمنس اعتراضی، همون حق اعتراض، در این اواخر من میتونم بگم که دو روز پیش خود دروازه‌بان سابق تیم ملی، البته سوشکان مکانی، با پوریا زراعتی یک مصاحبه‌ای داشت و گفت که تمام بازیکنان تیم ملی در جام جهانی اگر گلی رو بزنن برنامه‌ای دارن برای نشون دادن اعتراضشون نسبت به این اواقع اخیر. پس این بدبین بودن نسبت به این قضیه هم نباید در نظر داشت. و این نوع پرفورمنس ها توی جوامع بین‌المللی که 1 میلیون نفر نمی‌بینه، 2 میلیون نفر نمی‌بینه، نزدیک به 800-900 میلیون در کل دنیا داره می‌بینه، خیلی بازتاب گسترده‌ای داره به نظر من برای تغییر سیاست‌های دولتی. من ممنون از شما آقای رضای شایان. درست می‌فرمایید، جام جهانی میتونه یک بلندگو یا یک حالا کلمه‌ش یادم نمیاد باشه برای بازتاب اعتراض مردم ایران. اون چیزی که در ایران داره می‌گذره، امیدواریم که ورزشکارانی که با شرافت هستن تو ایران، تو تیم ملی حالا یا تیم جمهوری اسلامی، بتونن این صدا رو برسونن به مردم جهان و با نمایش حالا به هر نوعی که میتونن بالاخره صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونن. اما در مورد مسئولیت دهروندی ما نسبت به جامعه‌مون، حالا من یک سوال دیگر رو مطرح کنم. البته من خودم الان چون یکم حرفا خیلی زیاد قاطی شده تو هم دارم هی حلاجی میکنم، به خاطر همین جملاتم تکمیل نمیتونه بشه. آن در مورد صحبت که خانم دژان کردم، فکر میکنم اینم یک پیشنهاد خیلی خوبی. قبلا البته من خودم اینو ارائه داده بودم که آقای صفایی گفتن نه، که بیایم اخبار امیدوار کننده تر رو به گوش ایرانیایی که داخل هستن برسونیم، یعنی اخبار منفی بهشون ندیم که اونا دل سرد و ناامید بشن. البته آقای شفایی گفتن نه، شما باید هم خبر خوب رو بذارین هم خبر بد، و اون که باید انتخاب کنه انتخاب میکنه. ولی خب من بعد همچنان دارم همون خبر خوب رو به قول معروف میذارم صفحه خودم، که حالا کسانی که میبینن بتونن یه ذره امیدوار باشن. مثلا همین خبری که امروز من خوندم رو که مشاور ارشد پارلمان اروپا یک مصاحبه کرد و گفته بود که تا 10 روز آینده اتحادیه اروپا روابط رو به کل با جمهوری اسلامی ایران قطع خواهد کرد و سفارتخونه‌ها رو خواهد بست. خب این یک خبر خیلی خیلی بزرگ و امیدوار کننده. فکر می‌کنم این خبر میتونه داخل برای مردم عزیز خیلی خبر خوشایندی باشه. اینو خبرها رو به نظر من باید خیلی پوشش بدیم. به نظرم میاد که ما میتونیم این کار رو بکنیم. ببینید که همونطوری که باز خانم دژان گفتن، با افرادی که تو حالا جامعه اون کشور که زندگی میکنیم صحبت کنیم در مورد ایران، در مورد خواسته مردم ایران. من خود خیلی صحبت میکنم با همسایه ها، با حالا افراد دیگه که باهاشون در ارتباط هستن، و وقتی اصلا بهشون میگم که زنان تو ایران از حقوق ابتدایی برخورد
برخوردار نیستن، با تعجب نگاه میکنم، یعنی مگه میتونم چی چیزی، مگه میشه یک خانم مثلا حق دو چرخ سواری نداشته باشه؟ یعنی چی هستن؟ حق انتخاب لباس نداشته باشه؟ حق نمیدونم سفر بدون اجازه همسر یا پدر یا حالا هر چی که اسمشو میذارن نداشته باشه؟ اصلا وقتی اینا رو باهاشون صحبت میکنم واقعا با تعجب میگم کنم، میگم مگه میشه شما چه داری زده میکنی؟ مثلا اونجا با شطور و نمیدونم از قاطر رفت آمد میکنن، یعنی ما رو تو اون حد دارن میبینن. هرچند که رفتار سران جمهوری اسلامی خب به همون اصل میگره، ولی خب مردم ایران مال اون اصل نیستن. اصلا من زیاد صحبت کردم، ببخشید. اگه دوستان دیگه نظری دارن که لطفا بفرمایند، اگر نه که خب من یک جمع‌بندی هم بکنیم که امروز ما در تاریخ 12 نوامبر 2022 و ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی جلسه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکار رو داشتیم که در این جلسه همکاران و اعضای گروه تشریف داشتن، میهمانان عزیزی هم داشتیم و گزارش نقد رو خوندن خانم رهایی، عذرخواهی میکنم آقای رضای شایان، خانم رهایی بررسی کنوانسیون رو خوندن و خانم دژم هم یک سخنرانی را کردن. بحث آزاد هم داشتیم در مورد حق اعتراض و مسئولیت نسبت به جامعه که خب با همکاری دوستان انجام شد. جا داره تشکر کنم از همکاران که منو در این برنامه یاری کردم. من رضا شایان به عنوان مسئول جلسه همراه خانم شهلا شاه‌سوانی منشی جلسه ضبط صدا و تدوین، آقای احسان احمدی خا و ادمین ها خانم زهرا رهایی، سینا اشکایی و آقای داوود لطفی من همراهی کردن در این جلسه. سپاس از حضور همتون و اینکه تا این ساعت همراه بودید.